میخواییم با هم دیجه چینی درست کنیم یا مرغ با خمیر بنیه یا تمپورا. این غذا فوق‌العاده خوشمزه است و خیلی طرفدار داره. من مریم ابراهیمی هستم و ازتون دعوت میکنم که این ویدیو رو تا آخر ببینید. بریم که مواد اولیه‌اش رو داشته باشیم. دو تا سینه مرغ بدون استخوان نه خیلی بزرگ داریم که به صورت نوارهای نه خیلی ضخیم برش می‌زنیم. شما می‌تونید از فیله مرغ استفاده کنید. برای مزه‌دار کردن مرغ، یک قاشق چای خوری خردل دیجان، اگر خردل ملایم بود یک قاشق غذاخوری بزنید. یکم نمک، یکم فلفل سیاه، به اندازه یک قاشق چای خوری پودر پاپریکای دودی اضافه میکنیم و مخلوط میکنیم. حالا روی ظرف رو میپوشونیم و نیم ساعت داخل یخچال استراحت میدیم. برای درست کردن خمیر بنیه یا تمپورا، یه دونه تخم مرغ رو داخل ظرف میشکنیم، یه مقدار نمک بهش اضافه میکنیم، یک قاشق چای خوری پودر پیاز، یک قاشق چای خوری پودر سیر، یک دوم قاشق چای خوری پودر آبیشن، یک قاشق چای خوری پاپریکای دودی یا اگر نداشتین ادویه لازانیا و پیتزا هم میتونید اضافه کنید. یک قاشق چای خوری خردل دیجان یا خردل ملایم اگر بود، یک قاشق غذاخوری. همه رو مخلوط میکنیم تا کاملا تخم مرغ یک دست بشه. یکم فلفل سیاه هم اضافه میکنیم. نصف پیمانه دلستر کلاسیک رو به تخم مرغ اضافه میکنیم و مخلوط میکنیم. حالا یک پیمانه آرد شیرینی پذیر رو روی مواد علک میکنیم. میتونیم توی این مرحله یک قاشق غذاخوری نشاسته ذرت هم اضافه کنیم که سبکترش میکنه. یک دوم قاشق چای خوری بیکینگ پودر هم اضافه میکنیم و همه رو مخلوط میکنیم. غلظت مایع خمیر خیلی مهمه. نباید خیلی شل باشه که از روی تیکه های مرغ شوره کنه و نه خیلی سفت. حالت چسبندگی باید داشته باشه دقیقا مثل فیل. اگر رقیق تر بود یک مقدار آرد شیرینی پذیر و اگر نیاز بود یکم دلستر اضافه میکنیم تا به غلظت دلخواهمون برسیم. حالا یک قابلمه کوچیک رو روی حرارت متوسط قرار میدیم و داخلش رو روغن میریزیم تا کاملا داغ بشه. زمانی که روغن کاملا داغ شد، تیکه های مرغ مزه‌دار شده رو داخل خمیر تمپورا میزنیم و داخل روغن داغ سرخ میکنیم. دقت کنید حرارتتون متوسط بشه تا کاملا مغز پخت بشه. زمانی که جوجه چینی ها کاملا طلایی شدن، از قابلمه خارجشون میکنیم و روی دستمال قرار میدیم تا روغن اضافهش خارج بشه. شما میتونید جوجه چینی رو با سس تارتار یا سس سویت چینی سرو کنید. بافت این جوجه چینی ها فوق‌العاده پوک و پنبه‌ایه. امیدوارم که درستش کنید و لذت ببرید. ممنونم که با اشتراک گذاری و ذخیره از این ویدیو حمایت می‌کنید.